diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. دموکرات آذربایجان در شرایط خاص سیاسی بین المللی تشکیل شد. تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان تقریبا یک روز بعد از تسلیم بلا قید شرط دولت ژاپن صورت گرفت و علت تأخیر فرقه دموکرات آذربایجان تقریبا به این سبب بود که دو اردوگاه ضد فاشیست یعنی شوروی و آمریکا و انگلیس درگیر در جنگ خونین بودند. ارتش انگلیس و شوروی برای جلوگیری از نفوذ جاسوسان و خرابکاران آلمانی در ایران و همچنین برای رساندن مهمات اسلحه از طریق خلیج فارس به اتحاد شوروی در ایران حضور پیدا کردند و همه همت رو روی این گذاشتن که در ایران وضعی موجود حفظ شود و برای پیروزی بر فاشیسم تمام امکانات بین المللی از شوروی پشتیبانی کنند و از طریق ایران این کمک بهترین و کوتاه‌ترین راه بود. بنابراین در دوران جنگ هم در اردوگاه به اصطلاح غرب و شرق و هم کشورهای بی‌طرف مانند ایران تمام نیروی خود را بسیج کرده بودند که فاشیسم از میان برداشته شود و میلیتاریست های ژاپن در شرق دور و جنوب شرقی آسیا سرکوب گردد. 8 ماه می آلمان بلا قید شرط تسلیم شد و در 2 سپتامبر همین سال ژاپن تسلیم شد و بعد از این ایرانیان تکلیف خودشون را در این مورد قرار بود که معین کنند. اروپا از بقایای فاشیسم پاک شده بود، ویرانی ها را قرار بود مرمت کنند، ولی در ایران هیچ تغییراتی به وجود نیامده بود. حکومت همون حکومتی بود که یک جوان 22 ساله فرزند رضا شاه در رأس اون قرار گرفته بود و این پادشاه جوان در دست انگلیس و آمریکا به عنوان بازیچه مورد استفاده قرار می گرفت. از این لحاظ وضع ایران مشکل و مشکلتر می شد. در این حال اداره حکومت هم در دوران رضا شاه و هم در دوران فرزند او در دستی اون کهنه‌کاران دوله ها و سلطنت ها متمرکز بود
و اونها بودن که ایران را اداره می کردن و اونها بودن که نسل اندر نسل چند صد سال به عنوان فرامسورهای انگلیسی در خدمت انگلیس بودند. حزب توده ای ایران به عنوان یک سازمان توده‌ای قوی ترین سازمان سیاسی چپ بود. میلیون ها طبقه کارگر پشت سر او ایستاده بودند و شورای متحده مرکزی رسما در ایران فعالیت می کرد. در آذربایجان هم شورای مرکزی کارگران آذربایجان فعال بود و قرار بود که بعد از پایان جنگ متفقین از ایران خارج شوند و مدت شد هم در کنفرانس تهران که سران سه دولت متفق ژانویه 1943 در کنفرانس تهران تصمیم گرفته بودند که ایران به عنوان یک کشور مستقل با تمامیت ارضی باید استقلال خود را حفظ کند و چه شکلی این حکومت به خود خواهد گرفت از لحاظ ماهوی، حکومت دموکراتی خواهد بود یا حکومت استبدادی، این مسئله برای ایرانیان مطرح بود و برای شوروی ها هم مطرح بود، ولی برای غرب به ویژه انگلیس آمریکا این مسئله به شکل دیگری مطرح بود. یعنی دموکراتیزه شدن ایران برای اونها مضر بود، مفید نبود. انگلیس ها نوکران خود را سالیان سال نسل اندر نسل تربیت کرده بودند که خدمت کنند به انگلیس و منافع اونها را حمایت نمایند و نفت جنوب مفت مجانه در اختیار انگلستان همچنان باقی بماند. و در همین مورد بود که بعد از جنگ جهانی بین شرق و غرب بر سر اداره ممالک جهان که کدام مملکت با کدام دولت روابط حسنه داشته باشد مطرح شده بود. اتحاد شوروی خوب میفهمید که ایران سالیان سال با غرب، با انگلستان پیوند ناگسستنی البته با هیئت حاکمه داشته و همینطور هم خواهد بود. سرحدات شوروی که در اون دوران یگانه مرکزی انرژی در باکو بود و در تقریبا 300 کیلومتری ایران و شوروی میخواست یک دولت دموکراتیک در سرحدات جنوبی وجود داشته باشد که ایران البته مهمترین دولتی بود در این منطقه. اما ایران چون بی‌طرف بود در یک حکومت دموکراتیک ممکن بود که برای شوروی مفید واقع شود. اما تحریکات انگلیس و آمریکا نشان داد که چنین دولتی در ایران سرکار نخواهد آمد و همون حکومت فراماسونیل ها، حکومت انگلیس فیل ها در قدرت باقی خواهد ماند. در این حال خود ایرانی ها هم از این فرصت میخواستن استفاده کنند. اگر ایران فرض کنیم که با انگلیس همگام باشد و همون سیستم دیکتاتوری رضاخانی مجدداً احیا گردد، این ملت باز هم تحت فشار قرار خواهند گرفت، هم از لحاظ آزادی های سیاسی هم از لحاظ وضع زندگی. کشور کشاورزی عقب مانده بدون صنعت و صنایع زندگی برای ایرانیان مشکل مشتتر می شد، به ویژه در دوران جنگ اشغال هر روز قیمت ها بالا می رفت و گرانی پشت مردم عادی را می شکست. حزب توده ایران یگانه